بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و مجموعه اخبار در این ساعت. خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تجلیل از روز اطفال همزمان با محروم بودن 3.5 میلیون طفل از تعلیم در کشور. پایان یافتن سند امضا ناشده میان طالبان و ایران مبنی بر خودداری از جنگ در مناطق شیوعنشین. و رد گفتگوهای آتش بس از سوی ائتلاف عربی به رهبری سعودی در یمن. این هم مشروع خبرها. من اسمت طلا احمد زی هستم. از روز جهانی اطفال در حال تجلیل می شود که هنوز هم بیشتر از 3.5 میلیون طفل افغان از تعلیم محرومند. برای اطفال در پایتخت نیز سهولت ها فراهم نشده و تعداد زیاد اطفال حتی برای خوراک چیز ندارند. انتقادات این است که کمک هایی که در این بخش انجام می شود فساد صورت می گیرد، اما برای زندگی اطفال افغان اقدامات عملی انجام نشده است. در روز اطفال به سرک های کابل رفتیم تا بفهمیم که اطفال چگونه روز خود را تجلیل می کنند. آنها در روز خود از خود و جهان بیخبر هستند. آنها به سهولت های ابتدای زندگی هم دسترسی ندارند و در این روز به خاطر پیدا کردن پول به خانواده های خود به کار کردن بیرون شدند. در هر سرک از این قسم اطفال وجود دارند و مصروف کارهای مختلف شاقه هستند. شماره از آنها در مورد روز خود آگاهی دارند، اما به دلیل مجبوریت در مورد آن چیزی نمی گویند. او منگی مشمان او رس پیجن و منگی مشمان او سرسک و منگ خپل کار کرو. او منگ خپل کار کرو منگ خپل کار تفریوی. بیشتر اطفال در این روز از خانه های خود بیرون شدند و جوی های مملو از گند، خس و خاشاک جمع‌آوری می کنند تا شب را توسط آن گرم سپری کنند. آنها توان خریداری مواد سوخت ندارند، به همین خاطر مجبور هستند که وقت تعلیم خود را به این کار اختصاص بدهند. وی را تا خانه اش تعقیب و در آنجا با او صحبت نمودیم. تو چه نو میگی مشمون؟ از زدت خواه دقا شن دی چه لپر را طوله؟ سی زویه چه لزونه خواه هم دقا سوزوی؟ او که در تر طول نکش پا دی سنگ تیریگی ساره دی بکیگی؟ او خواه مکتب تا زی؟ او نه ولی؟ نه مکتب تا ولی نزی؟ در کابل پایتخت کشور مناطق وجود دارند که حتی تمام اطفال این مناطق از تعلیم محروم ماندند. خلق راضی دیدوغ ما شمانو او دیدوغ غریبانو پا نوم بانده آقو کسانو تسی واسطه لری آقو تا کمکونه کهی. اداره حمایت کننده سازمان ملل متحد از اطفال تعداد این اطفال را 3.5 میلیون یاد می کند. فلحال 3.5 میلیون ماشومان افغان ماشومان در زرک صحاب ببرخی دی چه دای شپیت سلرهی جنب ببرکی نیسی. هنوز هم تعداد زیاد اطفال در کابل مصروف کارهای شاقه هستند و گزارش های وجود دارد که شماره از آنها به طور عمدی به کارهای شاقه مجبور شدند. حکومت افغانستان و جامعه جهانی در این بخش چندین سال کار کرده، اما هنوز هم تعهدات که در بخش اطفال داده شده عملی نگردیده است. برای ادای فریضه حج سهم ملا امامان و خطیبان مشخص و بیشتر شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید پس از این رؤسای شورای علما در تمام ولایات در نشست های اداره ولایتی اشتراک خواهند کرد. رئیس جمهور بر ریاست های حج و اوقاف ولایت رهنمایی کرد که برای ملا امامان مساجد زمینه را برای آموزش های کامپیوتر فراهم سازد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی که در نشست میلاد النبی در ارک سخنرانی می کرد، افزود پیامبر اسلام دشمنی و قبیله را با هم متحد و دوست ساخت و اکنون در اسلام سیاه و سفید، خان و غریب از حقوق یکسان برخوردار هستند. اشرف غنی می گوید
پس از این در مراسم حج از سوی ملا امامان مساجد به حجاج رهنمایی داده می شود. لدی وروستا د پټول ولایتو کې د علما او د شورا رئیسان په ولایتي اداري جلسې کې عضویت لري. دوهم، د حج فریضه د ادا کولو لپاره د جوماتانو د ملا امامانو او خطیبانو سهم مشخص او زیاد شي. اشرف غنی میگوید با آنکه پیامبر اسلام در آن زمان گاه گاهی ناگزیر میشد که جنگ نماید، اما باز هم جنگ هدف وی نبود و دشمنی طولانی مدت نمیخواست. وی میگوید برای نسل های آینده باید زمینه فراهم شود که جنگ و نفرت در آن وجود نداشته باشد و برای پیشرفت تلاش گسترده گردد. به گفته غنی در حال حاضر در برابر پیشرفت موانع وجود دارد، اما باید با ارشادات اسلامی از میان برداشته شوند. موږ باید په خپل ټولنه کې د سولې او اخوت کلتور پیاوړی کو او د خشونت، خصومت او نفرت له مصیبت سره مقابله خپل اساسي وظیفه وبولو. دا زموږ ملي، اسلامي او انساني وظیفه ده چې خپلو ځوانانو او راتلونکو نسلونو ته د داشت ژوند زمینه برابره کړه کرو چې جنگ او نفرت پکې نه وي. حضرت محمد مصطفی پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مقابل سرسخت ترین دشمنان عفو می کرد و دارای اخلاق حمیده بود، فضای آرام و آسان برای همه ایجاد کرده بود و پیغام صلح و اخوت را برای مسلمانان آورد. سند امضا نشده میان طالبان و ایران به پایان رسید که در مناطق شیوعنشین کار نداشته باشند. پس از پایان رسیدن این سند، طالبان برای گرفتن غزنی تلاش کردند و حملاتشان را بر مناطق افزایش دادند که اهل تشیع در آن زندگی می کنند. طالبان با شمشاد رد کردند که با ایران همچو قرارداد انجام داده باشند. با این حال گفته می شود که ایران در افغانستان اعتماد خود را بر افراد از دست داده که برای آن در کشور کار می کرد. انگیزه ها این است که ایران اکنون با وسیله سپاه پاسداران می خواهد از طریق گروه فاطمیون جنگ مذهبی را دامن زند. باز مشترکات بین رهبرای افغانستان نبود، اما بین ایرانیا بود. ایرانیا پروتکل که از 2-3 سال به ایسو با مردم باز رهبرای و گروپا داشت، برای طالبا گفته بود که شما باید مناطق تشیع نشین باید نگرین، مورد حملات قرار ندین. اما بعد از تحریم ها دید که مناطق امن است و ایرانیا خواستن که جنگ مذهبی را برای پرتن. در جنگ مذهبی نظام افغانستان و امریکا زیاد زیر فشار میاد. ایجاد تحول مثبت در افغانستان به یقینی شدن نزدیک شده است. تحلیل ها این است که رئیس جمهور امریکا به خاطر موفقیت در انتخابات آینده و سیاست، خشونت های جاری در افغانستان را یک طرفه می کند. امریکا، طالبان و حکومت افغانستان نیز به یک شکل پذیرفتند که نسبت به هر وقت دیگر در مذاکرات صلح پیشرفت صورت گرفته است. هم به دلایل سیاسی که ایالات متحده آمریکا نمیخواهد که امریکا یک جنگ افغانستان یک جنگ ناکام باشه برش، و هم به دلایل انتخاباتی که میخواهد یک دستاورد خوبی برای انتخابات 2020 داشته باشه، به قضیه افغانستان یک توجه جدی داره. از طرفی در حکومت افغانستان هم ما تا چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری رو داریم. آقای غنی به نحوی میخواهد یک دستاوردی در راستای صلح داشته باشه، یعنی هم ایالات متحده آمریکا و هم حکومت افغانستان هر دو در یک راستا هستند و میخواهند که صلح به یک نتیجه مثبت برسانند. ائتلاف بزرگ نامزدان هشدار داد که اگر خواسته های آنان پذیرفته نشود، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم و کمیسیون های انتخاباتی را بسته خواهند کرد. این ائتلاف که تازه ایجاد شده تاکید می ورزد که آرای پاک و ناپاک انتخابات پارلمانی تفکیک و به مردم تضمین داده شود. ائتلاف نامزدان بر پروسه فعلی شمارش آرا بی باور هستند و تاکید می ورزند که باید تنها بر راه های با کاربرد و بایومتریک اعتبار داده شود. اگر دولت به خواسته های ما احترام نکرد و حق را به حقدارش نسپرد، ما با تمام توان و طاقت در انتخابات پیشروی در قدم نخست انتخابات را تحریم میکنیم، انتخابات پیشروی ریاست جمهوری را در 34 ولایت افغانستان، و در قدم دوم با تمام طاقت در برابر رئیس جمهور دکتر صاحب اشرف غنی ایستاد میشیم. به هیچ وجه دیگه اجازه نمیدیم که اینا بر مسند ریاست جمهوری برسن.
نشست دروزه زنان متشبث در کابل پایان یافت. هدف این نشست این بود که مشکلات صنعتکاران زن را جمع‌آوری و به خاطر حل آن را در کنفرانس جنیوا شریک سازند. اتاق تجارت و صنایع زنان اکنون کار می‌کند که تولیدات صنعتی زنان افغان را مطابق خواسته ها و معیارهای مارکت عیار سازد. یک تعداد چالش‌های عمده‌ای که خانم ها تاکید کردند و سالها ما این چالش‌ها را شناسایی کردیم، موضوع خود ظرفیت خانما و ظرفیت های تجارت هایشان است که این مسئله باید از طریق برنامه درازمدت کار شود، نه از طریق برنامه کوتاه‌مدت که در سالهای متمادی در افغانستان متاسفانه به می روند کار پیش رفته. باشندگان ولایت کنر از تأخیر بازسازی بند برق در این ولایت شکایت دارند. مسئولان میگن اگر بندهای برق مانگی، شال و اساکی ساخته شود، 25% برق کشور از این ولایت برآورده و میتواند برق به پاکستان صادر نماید. باشندگان کنر گله دارند که حکومت آنان را از پروژه های انکشافی محروم ساخته است. گفتنم هم دقده، گفتنم دقده چه بس خیر سر سندون دیر دی و بپی وطری او کار منتا شروع که برق منتا راکی. غسریته به مولیږي دلته به میده خیره سر ټوله دنیا به برق برق داشي خو موږ سره حکومت کومکونه پلان نشته زمنګ وبو زمنګ برقونه زمنګ مکتب زمنګ ځوانان زمنګ واړه زمنګ ماشومان ټول په چغو دي ځکه برقنا کو جوړ شي موږ به ډیره فابریکی ولرو ډیر خلک به مای کې په کار شي ځوانان به بیروزګاری نه خلاص شي جنگ جګړو نه بخلاص شي بي سوادي کچه برا کم شي. خبرهای داخلی در همین جا به پایان میرسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان میگردد. ادامه اخبار و این هم چند خبر از جهان. ائتلاف عربی به رهبری سعودی گفتگوهای آتش بس را در یمن رد کرد. سخنگوی این ائتلاف در یک نشست خبری مذاکرات آتش بس در یمن را رد کرد و بر ادامه عملیات خود تاکید کرده است. در گزارش به نقل از یک منبع گفته شده که ائتلاف سعودی در مورد گفتگوهای صلح توافق کرده است. یک عضو گروه مسلح حوثی میگوید این گروه آماده است که عملیات نظامی خود را متوقف سازد و مرحله جدید مذاکرات صلح را با موفقیت برساند. با سر حادثه ریل در شهر بارسلونای اسپانیا 45 تن کشته و زخمی شدن. مقامات میگن در نتیجه چپش شدن یک ریل مسافربری در شهر بارسلونای اسپانیا از جمله 131 مسافر، یک تن آنها کشته و 45 تن دیگرشان زخمی شدند. تلویزیون ملی اسپانیا گفته است که گروه های نجات در نتیجه تلاش هایشان مسافرین دیگر را از این ریل بیرون ساختند. مقامات عامل این حادثه را بارندگی و لغزش زمین عنوان کرده است. نیروهای امنیتی PNG پارلمان این کشور را محاصره کرده است. صدها تن از نیروهای امنیتی بعد از آن پارلمان پاپیون گینی را به شکل اعتراض بسته کرد که دولت معاشات آنها را پرداخت نکرده بود. نیروهای امنیتی بعد از آن به این اقدام دست دادند که کشورش تعداد زیاد موترهای زرهی را خریداری و بدون استفاده آن را متوقف ساخته است. وضعیت اقتصادی تعداد زیاد مردم این کشور خوب به نظر نمی رسد و خریداری موترهای زرهی از حکومت قهری نیروها را برانگیخته است. نیروهای امنیتی در حال به هدف خواستن معاشاتشان در مقابل پارلمان رفتند که به تازگی نشست اپک در آن برگزار می گردد. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان می رسد. تا دیدار بعدی، الله نگهدار.